حکما گویند چهار کس از چهار کس به جان برنجد: حرامی از سلطان، دزد از پاسبان، فاسق از غماز و روسبی از محتسب. و آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ گفتم حکایت آن روباه مناسب حال توست که دیدنش گریزان و بیخیشتن، افتان و خیزان. کسی گفتش چه آفت است که موجب مخافت است؟ گفت شنیدم که شتر را به سخره میگیرند. گفت ای سفیه، شتر را با تو چه مناسبت است و تو را بدو چه مشابهت؟ گفت خاموش، که اگر حسودان به غرض گویند شتر است، گرفتار آیم. کرا غم تخلیص من باشد؟ تا تفتیش حال من کنند و تا تریاق از عراق آورده شود، مارگزیده مرده بود. دو برادر، یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو نان خوردی. باری توانگر گفت درویش را: چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن به رهایی یابی؟ گفت تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ که خردمندان گفتند نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرین به خدمت بستن. هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان در هم نکشیده، مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. به جامع در آمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درآی تا ببینی طیران آدمیت. نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم، هم از آدمی شنیدم بیان آدمیت. ای ساربان آهسته رو، آرام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او بر استخوانم می رود. گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریشه درون، پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود. محمل بدار ای ساروان، تندی مکن با کاروان، که از عشق آن سرو روان گویی روانم می رود. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می رود. بگذشت یار سرکشم، بگذاشت عیش ناخوشم. چون مجمری پر آتشم، که از سر دخانم می رود. با آن همه بیداد او، وین عهد بی بنیاد او، در سینه دارم یاد او، یا بر زبانم می رود. بازای و بر چشمم نشین، ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می رود. شب تا سحر می نغنوم، وندرز کس می نشنوم. وین ره نقاصد می روم، که از کف عنانم می رود. گفتم بگریم تا ابل، چون خر فرو ماند به گل. وین نیز نتوانم که دل با کاروانم می رود. صبر از وصال یار من، برگشتن از دلدار من. گرچه نباشد کار من، هم کار از آنم می رود. در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. سعدی فغان از دست ما لایق نبوده بی وفا، طاقت نمی آرم جفا، کار از فغانم می رود.
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دیگر باره جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. گر ز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. گل عزیز است، غنیمت شماریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است، غزل خوان و سرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم وجود، قدم این نه به وداعش که روان خواهد شد. شراب تلخ می خواهم که مردفکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش، مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش. بیا تا در می صافت راز دهر بنمایم، به شرط آنکه ننمایی به کش طبعان دلکورش. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، بس شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع، سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش. وانگه هم در داد جامی که از فروغش بر فلک، زهره در رقص آمد و بر بدسنان می گفت نوش. گوش کن پنده پسر و از بحر دنیا غم مخور، گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت هوش. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. بر بساط نکت دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. ساقیا می ده که رندی های حافظ فهم کرد، آصف صاحب قران جرم بخش ای پوش. د
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. آینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، میز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست. توبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. چه ملامت بودان را که چنین باده خورد، این چه عیبیست بدین بیخردی وین چه خطاست. باده نوشی که درو روی ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که درو روی ریاست. ما نمردان ریایی محریفان نفاق، آنکه او عالم سر است بدین حال گواست. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست. چه شود گر من تو چند قدح باده خوریم، باده از خون رزان است نه از خون شماست. این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود، ور بود نیست چه شد مردم بی عیب کجاست. Thank you.
واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویا باور نمی دارند روز داوری که این همه قلب و دغل در کار داور می کنند. بنده پیر خراباتم که در ویشان او گنج را از بی‌نیازی خاک بر سر می کنند. یارب این نو دولتان را با خر خودشان نشان، کین همه ناز از غلام ترک و استر می کنند. ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان، می دهند آبی و دلها را توانگر می کنند. حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد، زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می کند. بر در میخانه عشق ملک تسبیح گوی، کندر آنجا تینت آدم مخمر می کند. صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کند. جنگ شعر گزیده ای از آثار شش نابغه بزرگ ادبیات فارسی: رودکی، فردوسی، خیام، مولوی، سعدی و حافظ.
تقدیم به روان پاک همسر نازنینم افسانه. ماه 87 مظفر شریعتی www.shariati.com shariati.com این اثر و دیگر تولیدات صوتی و تصویری را می توانید از بخش تولیدات این پایگاه اینترنتی دریافت کنید. از رودکی تا حافظ، اما حافظ گرچه افکار خیام رو داره، اما برخلاف خیام امید رو به کلی قطع نمی‌کنه و نقطه امیدی هرچند به صورت شک در مقابل خواننده اشعارش قرار داده. اما خیام یک دانشمند و ریاضیدان و منجمه و ذهن کنجکاوش در تلاش حل منطقی معماهای جهانه و بنابراین مانند یک ریاضیدان با قضایا برخورد کرده و به دنبال پرده برداری از اسرار اون بوده و با قاطعیت و در کوتاه‌ترین نوع شعر و درست مثل یک فرمول ریاضی نظراتش با قاطعیت بیان کرده و جای هیچ شک و تردیدی رو هم باقی نگذاشته. خیام میگه آورد به استرابم اول به وجود، جز حیرتم از حیات چیزی نفزود. رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود، زین آمدن و رفتن و بودن مقصود. اما حافظ که شاید هیچ کنجکاوی و علاقه یا اعتقادی به جنبه علمی و ریاضی قضیه و حل علمی این معماها نداره، میگه که حدیث از مطرب و میگوی و راز ده کمتر جوی، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. آن که پر نقش زد این دایره مینایی، کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب، نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. از رودکی تا حافظ، اما با وجود این حافظ چیزی گفته که فکر نمی کنم هیچ متفکر و محقق و دانشمندی در جهان در آخر سر به اون نرسه. حافظ میگه